آقای شکری، من سوالم یک بار دیگه تکرار میکنم. همونطور که گفتم، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که برای هر سناریوی جمهوری اسلامی آمادگی داره. چقدر این ادعا درباره پایگاه‌های انرژی میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟ باید اشاره بکنم که در شرایط فعلی، در شرایط معمولی هم ایران با بحران انرژی روبرو هستش. در بخش بنزین ایران مشکل داره و ما تعطیلات ایلنوز رو داشتیم که میزان مصرف بنزین به بیشترین حد خودش رسید. در تابستان هم قرار بحران غازی رو به این بحران اضافه بشه. در بخش غاز طبیعی هم که روزانه فعلا بین 250 تا 300 میلیون متر مکعب کسری داریم. یعنی اگر حمله فرضی هم از سوی هر کشوری، فرق نمیکنه، حالا ما داریم در مورد تنش اخیر بین ایران و اسرائیل صحبت میکنیم، اگر هر حمله ای به یکی از تاسیسات مهم زیربنایی انرژی وارد بشه، 100% این بحران فعلی به ابر بحران انرژی تبدیل خواهد شد. و علارغم ادعای هم نظامی، فرماندهان نظامی و هم مجلسی ها، من فکر میکنم که در بعد امنیت زیرساخت انرژی در قبال حملات خارجی جمهوری اسلامی ایران برنامه مدونی نداره. و در آخرین مورد هم داشتیم که خطوط خط لوله سراسری چند دو ماه پیش توسط حملات سایبری انفجارشون رخ داد و در یک روز 40% گازی که باید به استانهای مرکزی میرسید قطع شد. و اگر شاهد چنین حوادثی یا حوادث شدیدتر از اون باشیم، 100% این بحران فعلی به ابر بحران تبدیل خواهد شد. که خب میدونید که امنیت انرژی رابطه مستقیمی با امنیت ملی داره و میتونیم شاهد نارضایتی در بین مردم و ازدحام در پمپ بنزین ها و کلا در بخش تامین انرژی با چالش بسیار جدی روبرو خواهد شد که در 14 اخیر نسبت باید فکر کنم که بدترین چالشی باشه که در صورت حملات به زیرساخت انرژی جمهوری اسلامی ایران در بعد انرژی میتونه باهاش روبرو بشه. آقای شکری، که در موقعیت جهانی چطور؟ قیمت جهانی نفت بعد از درگیری ها افزایش پیدا کرده. شما به عنوان کارشناس انرژی، ارزیابیتون از تأثیر این درگیری ها بر قیمت کوتاه مدت و بلند مدت نفت چیست؟ بله، میدونی که حوادث ژئوپلیتیک همیشه در نوسانات بازار جهانی انرژی نقش مهمی دارند و منطقه خاورمیانه منطقه نیستش که در اون ما شاهد حوادث ژئوپلیتیکی نباشیم. چون در شرایط فعلی در بازار عرضه و تقاضا توازن داشت، حتی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل نه تنها تاثیر زیادی نداشت، و دیدیم که قیمت نفت برند به زیر 90 دلار هم رسید. ولی با افزایش احتمال پاسخ اسرائیل به حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، 100% قیمت نفت در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. و اگر هر گونه حمله ای از این پاسخی از سوی اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی داده بشه، 100% قیمت نفت میتونیم در بین 100 دلار ببینیم، که خب این ریسک بسیار جدی برای اقتصاد جهانی و به ویژه کشورهای مصرف کننده انرژی از چین و هندوستان تا آمریکا هستش. که خب اگر بخوایم در مورد آمریکا صحبت بکنیم، میدونی که انتخابات ریاست جمهوری هستش و هر گونه افزایشی در قیمت بنزین، قیمت نفت باعث افزایش تورم خواهد شد و این خبر خوشی برای دموکرات‌ها و شخص بایدن نخواهد بود. ممنون از توضیحاتتون. امید شکری، کارشناس نفت و انرژی، در اینجا در استودیو ما رو همراهی کردید.